بینندگان جان عزیز، سلام و با درود فراوان امیدوارم که حالتون خوب باشه. به علی جان شو خوش اومدید. همونطوری که یادتون هست در برنامه پیش با آقای آفیسر آقای ناصر خدایاری انترویو داشتم. امروز قسمت دوم این انترویو یا مصاحبه خواهد بود. قبل از اینکه این مصاحبه شروع بشه فقط میخوام بهتون یادآوری کنم که اگر روزی در ماشین پلیسی نشستید هیچ وقت به آژیر پلیس دست نزنید. خب حاضرین بریم قسمت برنامه رو ببینیم؟ بریم که ببینیم چی میشه. ناصر جان صبر کن، منم باید بیام. ناصر جان ببخشید. نه خواهش میکنم، منم چون میخوام اونجا بشینم با تو صحبت کنم. اجازه هست؟ خیلی متشکرم. چشم. خب ناصر جان سلام، مرسی که منو اجازه دی سوار ماشینشم. من ببندم این چیزها رو، ببندم این پشت. خب زیاد راحت نیستم. میتونین عقب بشینین؟ نه عقب جای من نیست. نه من همینجا خوبم. من میخوام فقط با شما صحبتی بکنم در مورد حرفتون، کارتون اینا دیگه. و آژیرم که اینجاست، من خیلی خوشحالم از این موضوع. یعنی این آژیر شما دست نمیزنم؟ بله میدونم، من متوجهم. دست نزن خواهش میکنم. خواستم ببینم چی بود. خب باش. ما به این آژیر دست نمیزنم. خیلی گرمه، بخواهی روشن کردی ناصر جان تو ماشین؟ بله. چرا؟ برای اینکه من سردم. من آخه ژاکت چند پوشیدم که خورده پلیسی باشه قضیه امروز. لباستون رو در بیارم. ببخشید من خودم رو دستگیر میکنم الان، میزنم همینجا. خب چرا قرمز میتونیم رد کنیم؟ اشکال نداره. یعنی آقا وقتی شما پلیسی اول خب. باید اگزمپلی باشی برای بقیه. حالا بعدا اگزمپل باشیم، الان بزنیم بریم دیگه. باشه اشکال نداره. چرا قرمز بایستدیم بینندگان جانهای عزیز؟ چرا؟ آه زرد شد. ناصر جان اگه چراغ زرد بشه وسط خیابون باشی جریمه میشی؟ اگه رد نشی بله. یعنی اگه مثلا ماشین رد شده وسط چهار رایی چراغ زرده، اون موقع چی؟ اگه رد بشی بسید. ببینید هر اینفرکشنی واقعا بستگی داره به هر سیتویشنی، واقعا فرق میکنه. اگه شما مثلا الان این وسطی چراغ زرد، شما باید رد بشی. مطمئنا اگه شما قبل از اینکه یه دونه خط هست بهش میگن خط استاپ لین دبل، اگه شما قبل از اینکه چراغ قرمز باشه یا چراغ وقت قرمز شده شما بعد از اون خط وایساده باشین، حتی چهارراه رو رد نکرده باشین، همون بازم چراغ قرمز حساب میشه. یعنی میتونن در واقع چرا یه تیکتی بهتون میده چون چراغ قرمز رو رد کردیم. درست. یه لین دقیقه داره، شما همیشه باید قبل از اون، قبل از اینکه چراغ قرمز بشه بعدم چراغ زرد، معمولا شما باید بتونید وقت داشته باشین انترسکشن رو رد نکنید. ولی وقتی که شما وقت دارین کاملا بعد وای نمیسین، بعد اون چراغ زرد میتونه یه تیکتی داشته باشه که به شما بدن، چون که معمولا چراغ زرد معنیش اینه که شما وقت دارین وایسین قبل از لین دقیقه، همون خط استاپ. برای ایرانیایی که تازه به اینجا مهاجرت کردن یا حتی ایرانیایی که اینجا سالهای زیادی زندگی کردن، چه تجربیاتی داشتین تو این زمینه که میتونیم با بینندگان جانهای ما در میون بذارید؟ تو این 16 سالی که من کار کردم، از که 20 دفعه شده که به من زنگ زدن که برم تجربه کنم، که مثلا یه آقای یه خانمی رو مثلا با هم کتککاری کردن. بعد چیزی که مهمه بعد بفهم که اینجا توی کانادا شما حق نداره دست به روی خانمتون، یا خانمتون حق نداره دست به روی شما بلند کنه. بیشتر موقع ها وقتی که آدم از کشور خودش میره، خانواده دوربرش نیست، پرشه رو زیاده، خیلی موقع میشه که دعوا ها صدا ها بلند میشه، سرم داد میزنید، بعد یکی دست روی یکی بلند میکنه، بعد همسایه ها زنگ میزنن یا خانم که ویکتیم است اون زنگ زده. وقتی که پلیس میاد توی خونه شما، یعنی وقتی که بدونیم که یه جرم حالا کانجوگال وایلنس توی خونه انجام شده، پلیس حق داره که بیاد تو
وقتی هم پلیس میاد تو معمولا خانومو با هازباندش رو سوا میکنیم. به خاطر چی ما سوا میکنیم؟ خیلی کیسا شده که مثلا ویکتیم میترسیده، واقعا اون اتفاقی که افتاده از اول تا آخر برای ما تعریف کنه و معمولا 90% کیسا که من توش بودم مثلا نمیخواسته صحبت کنه، گفته خوردم زمین یا گفته نه هیچ اتفاقی نیفتاده، اکسیدنت بوده، فقط به خاطر اینکه از شوهرشون میترسیدن. برای همینه که وقتی پلیس میاد تو معمولا همه رو سوا میکنن، بعد از ایشون میپرسن چه اتفاق افتاده، از خانم میپرسن چه اتفاق افتاده، بعد ما معمولا دنبال اون میگردیم، کسی میگردیم که اینستیگیتر باشه، یعنی کسی که شروع کرده باشه، بار اول دست روی اون طرف بلند کرده باشه. ما حق دیسکریشن نداریم، یعنی حتما باید اون شخصی که اینستیگیتر بوده بازداشت کنیم، حتما باید ببریمش به بازداشتگاه. وارد عمل میشه، وارد عمل میشه کسی که اول شروع کرده باشه این اگزکت. یعنی چیزی نیست که ما بیایم خونه شما ببینیم یکی رو زده بعد ولکانیم بریم، چون حق نداریم، حق تصمیم ما نداریم. دولت درسته. قانون میگه شما وقتی دیدین کانجوگال وایلنس یا عمل بدی انجام شده، حتما باید این طرفو که گفتم سیگیتره بازداشت کنیم، ببرینش بازداشتگاه که دیتکتیوی باهاش مصاحبه کنه. برای همین خیلی مهمه که بعضی موقعا پلیسا میان و در خونه شما حتما یکی رو بازداشت میکنن، چون چویسی نه. بعد سوال دیگه هم داشتم، این آژیرتون کی میتونم بزنم؟ علی آقا بعد شما به این آژیر دست. آخه اینجا یک قرمز یکی آبیه، اینا رو چجوری میتونم من؟ مثلا قرمز خیلی امرجنسی چیزیه، خیلی مهمیه. بعد آبی مثلا اگه آبی با قرمز باشه یعنی چجوریه؟ مثلا باید همه برن کنار و اینا؟ علی آقا بعد با این آژیر دست. حالا یه جای خلوت بریم من یه آژیر بزنم دیگه، چی میشه دیگه؟ حالا من خب ناصر جان من میخوام این ماشین رو بزنم کنار. اسپورتاج قرمز بزن کنار، اسپورتاج بزن کنار، خلاف کردی. نمیزنه کنار. چرا نذاشتی بزنه؟ داشت میزن کنار اسپورتاج قرمز، داشت میزن کنار اسپورتاج. داره میره ناصر جان، داره فرار میکنه، خلاف کرده، خلاف کرده. ناصر جان خلاف کرده. آه خدا، بینندگان جان های عزیز، من عینک خودم بزنم آماده بشم برای اکشن. سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟ بله چش. من الان میام بیرون. من آخه باور کن من شوخی بود، فقط داشتم اینو میزدم که من باور شوخی بود فقط. ناصر جان به خدا من اصلا من منظوری نداشتم، من فقط داشتم آژیر رو میزدم که ناصر جان بابا منو بزن بیرون. من به خودم نه منظور، اصلا منظوری نداشتم، آژیر رو داشتم میزدم. به خودم فقط آژیر رو داشتم میزدم، به خودم منظوری نداشتم. آه ناصر جان من میخواستم این ماشین اسپورتاج قرمز خیلی داشت تون میرم، خلاف کرد، چراغ نارنجی رو رد کرد. حالا چی میشه؟ همون یعنی پشت زیاد راحت نیست آه اصلا چیزی نه. بله ببخش. سلام ناصر جان، خوبی؟ میام دیگه بس دیگه، من میام بوده بشینم. انجیر بده بزن. انجیر میکن؟ انجیر. خب حالا میتونم میام جلو؟ میام یه دونه دیگه هم هست. بزن ببینم چه مزه ایه برای. یه دونه دیگه هم هست. حالا نمندی بعد. نمندی که میبنید. ناصر جان میگم این پشت ماشین رو کار باشم ببریم بد نیست. ناصر جان در ضمن من چند تا طلبکار دارم. میتونیم دقیقه بریم جلوی مغازه‌شون یه نیش ترمزی بکنی من سریع بپرم تو بیام بیرون؟ بله حتما. شما طلب کاره یه چیز ناچیزه، زیاد اونقدر بزرگ نیست. من بیرون باش که من برم دقیقه. نه نمیشه، باش شما نره دفعه دیگه. ولی اون آژیر خودش خیلی حال داد، من واقعا راضی ام از اینکه آژیر ماشین پلیس شما رو زدم، خیلی لذت بخش بود، خیلی خوش آمد. من نذات باید دوباره شیشه رو بدم بالا. شیشه نه بالا، نه تو رو خدا شیشه رو بالا نده، من مردم از گرمی این پشت. شوخاجم بدم بالا؟ نه غذایی میدی نه آبی میدی، میوه هم که خوردی. شوخاجم دادم بالا الان مردم از گرمی سهرم نمی که سهر نمه بالا نمی کنم ایش سونا بهتر بود تاکی بشن. نادر جان خب خیلی متشکرم، واقعا مرسی.
از اینکه بالاخره با ما بودی در شوی علی جان. خیلی لطف دارید. نه خواهش میکنم. برای چی؟ من سیزده کنم بعد این کتی بستم به خاطر این به من تیکت میدین؟ بله. منم به شما این تیکت میخوام بدم. من میزنم نادگیلتی. نادگیلتی میتونم من به شما این تیکت بدم برای این بخاری که روشن کردیم. ناصرجان آخه برای چی؟ دابل پارک کرد. دابل پارک کرد. نات جای شما بودم فایرش می‌کردم. دوربین نمی‌چسبه. خب بلد نیست به چسبونه. من خیلی بلدم به چسبونه. میگه بلدم 6 بار بیشتر نیفتاده. Fantastic, what you really did.